با سلام، امروز با مجموع آموزش صرف 3 از مجموع آموزش های فرادرس در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدوارم که در کنار هم بتوانیم دوره آموزشی خوبی را پشت سر بگذرانیم. من لیلا حسینی، فارغ التحصیل رشته زبان و ادبیات عربی از دانشگاه خارزمی هستم. درس اول از مجموع آموزش صرف 3 به عنوان نسبت و احکام مرتبط با آن هست که در این درس به تعریف نسبت، شرایط حاکم بر آن، قواعد و قوانین مرتبط با آن می‌پردازیم. ابتدا در نسبت باید نسبت تعریف بشه. نسبت چی هستش؟ نسبت ارتباط میان دو چیز هست. اسم منصوب چی هست؟ اسم منصوب اضافه کردن یای مشدد به آخر اسم رو بهش میگن اسم منصوب. در اصطلاح علم صرف عربی نسبت به فتح نون و فتح سین همان پیوستن یای تشدیددار به ماقبل کلمه‌ای که کسره داشته باشد هست. اهداف نسبت. نسبت برای اهداف مختلفی به کار میره، از جمله بیان تشبیه، شباهت کردن چیزی به چیز دیگر، یا برای اصالت یک چیز. زمانی که بخوایم اصیل بودن یک چیز رو بیان کنیم از نسبت استفاده می کنیم. به عنوان مثال سیب لبنانی اصالت سیب رو اینجا بیان میخواد بکنه، در نتیجه از لبنانی استفاده میکنه و لبنانی در واقع اسم منصوب هستش. یکی دیگر از اهداف نسبت شأنیت یا مناسبت با کسی یا چیزی هست. اسم منصوب در زبان عربی اسم به علاوه یای تشدیددار هست، به عنوان صفت استفاده میشه. جنس اسم منصوب باید مطابق با جنس موصوف خود باشد. یعنی چی؟ یعنی اگر عالم اینجا مذکر، ایرانی هم باید مذکر باشه. اگر خشبیت مؤنث، منزدت هم باید مؤنث باشه. از نظر جنس یعنی مذکر و مؤنث بودن باید مطابق با موصوف خودش باشه. ساخت اسم منصوب. اگر اسمی دارای تای مؤنث باشد، وقتی که میخوایم اسم منصوب ازش بسازیم اول تا را حذف میکنیم، بعدن یای مشدد اضافه میکنیم. مثال فاطمت اسمیه که دارای تای مؤنثه. وقتی میخوایم اسم منصوب بسازیم اول این تا حذف میشه، بعد یای مشدد اضافه میشه. فاطم یای مشدد بهش اضافه میشه، فاطمی. هلت تا حذف میشه، بعد یای مشدد اضافه میشه، هلی. مکت به همین ترتیب تا حذف میشه، یای مشدد اضافه میشه، مکی. هجرت تا حذف میشه، یای مشدد اضافه میشه. اسم منصوب در جمله همیشه نقش صفت را دارد، در نتیجه باید با موصوف خودش مطابقت کند. در اسلایدهای قبلی خوندیم که اسم منصوب به عنوان صفته، در نتیجه از نظر جنس باید با موصوف خودش مطابقت داشته باشه. قرآنیتون اینجا اسم منصوبه، قرآنیتون مؤنثه، در نتیجه موصوفش هم مؤنثه، آیتون، یعنی از نظر جنس مطابقت کرده. حالا از نظر اعراب هم باید مطابقت کنه. ببینید آیتون اینجا نقش خبر رو داره، حاضعی مبتدا و محلن مرفوع چون اسم اشاره است، آیتون خبر و مرفوع، قرآنیتون صفت و مرفوع. آیتون علاوه بر این که خبره نقش موصوف هم داره. موصوف جز نقش های فرعیه، یعنی یک کلمه باید نقش اصلی داشته باشه که نقش اصلی آیتون اینجا خبره و خبر همیشه از نظر اعرابی مرفوعه. قرآنیتون صفته. صفت و موصوف هم از نظر جنس و از نظر اعراب با همدیگه مطابقت دارن. قرأت آیتن قرآنیتن. آیتن مؤنث، قرآنیتن هم مؤنث. صفت موصوف. آیتن اینجا نقش Ini kan,